هموطنان گرامی، درود بر شما. در یک هفته اخیر گروه های در شبکه اجتماعی یک پروژه تازه را دوباره به اصطلاح سر آوردن به نام فاجعه افشار، بدون ازی که تحقیقات را بتن، بدون ازی که حاضر به مباحثه شوند، بدون یک پروژه خارجی جدید میخوان به اصطلاح پیش قراولش باشن، پیش دستی بکنن، یعنی پیش مرگ یک پروژه جدید هستن. ما تمام بررسی که انجام دادم، البته در برنامه متعددی مسئله را خود پرداختیم، اما فعلا در بحثی که با جناب عنایت الله طوفان از آگاهان عموم مسائل و در اون جریاناتی که خودش حضور داشت دعوت کردم که اول صحبت های مقدماتی رو به شکل کلیات مطرح بکنیم که در پشت پروژه کی ها هستن و هدفشان چیست. طوفان صاحب، هدف از این که دوباره به اصطلاح میچرخونن دوباره امی مسئله را در یک شرایط خاص عنوان میکنن، هدف درونیش چیست و هدف که به عنوان یک پروژه خارجی مطرح شده فعلا و هم از خارج از افغانستان چی باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نخست جناب مأمون صاحب سلام احترامات خود خدمت شما و از طریق شما خدمت بینندگان محترمی برنامه تقدیم میکنم. میپرزم به سوال شما جناب مأمون صاحب. این موضوع یک موضوع بسیار زیاد پیچیده سیاسی خدمتتون عرض بکنم که در بو سالایی که اول دولت اسلامی افغانستان به گونه شکل گرفت، اما وقت این پروژه طرح شده خارجی بود که ISI به کمک ارتباطی های خودش، به کمک یک تعداد عناصری که از قبل با ISI در ارتباط به حائله سازی در افغانستان تنظیم شده بودند، خصوصا بعد از سقوط حکومت دکتر نجیب، این برنامه را سازماندهی کردند و همین بود که فاجعه افشار شکل گرفت. و حال داره که بازم در یک شرایط بسیار زیاد حساس تاریخی و این موضوع را توسط تولید میکنن به صدا، بله، توسط عناصر وابسته به استخبارات، خصوصا که بیشتر مرکزش در کویت است، این دوباره میخواین که برنامه ریزی بکنن. ولی این یک پروژه خارجی هست برای شکستاندن کمر مقاومت، برای توطئه علیه مقاومت. اگر به یاد شما باشه در این شب روز توطئه و تبلیغات بسیار زیاد گسترده است در قسمت موره های کلیدی مقاومت، موضوع شیرپور را اندازی کردن. اگر به خاطر شما باشه که داره در روزا بسیار زیاد این موضوع رو مطرح کردن که نه امروز مسئله افشار برنامه ریزی کردن، چیزهای دیگه هم در قبال این قضایا دارن که در همین شب روز تبلیغات دارن و میخواین که نشان بتن. اگر باید شاید شما باشد شبکه های اجتماعی یک تعداد عناصر مزدور استخدام شده در کوچه و بازار و سرکا میگردن، شما ببینید که موضوع شیرپوره که او دولت قانونی دارای پارلمان یک فیصله در ارتباط فیصله خائنانه بوده یا نبوده، این مربوط میشه به دولت وقت در رأس از او آقای کرزی قرار داشت. در ارتباط توزیع شیرپور زمینای توزیع کردن که در او وقت اگر به خاطر شما باشه که رهبر مقاومت احمد مسعود تقریبا 13 ساله 14 ساله است که نکدام پیشنهادی کردن، نکدام آرقی دادن، نکدام عرائضی دادن که برای من زمین بتین، در صورتی که یک سرپناه حق هر کسی است. چرا ایره تبلیغات میکنن؟ چرا ایره انلارج میکنن؟ چرا ایره میخواین چاق کنن؟ چرا میخواین که در ذهنیت ها بتن؟ یک گپ است که دشمن درک کرده هم ضعف خود را
و هم جانب مقابل خودت درک کرده که مقاومت دارد روز به روز در سراسر افغانستان فراگیر شده روان است، گسترش پیدا کرده روان است، قوی شده روان است. به این خاطر می خواهند که مقاومت در اذهان عام مردم به عناوین مختلف با استفاده از سلاح، با استفاده از می وضعیتی که در افغانستان تعمیل کردن چه بکنن؟ علیه مقاومت سپوتاج بکنن، توطیه بسیار خوب. بکنن، این مسائل را دامن. آیا این مسئله ربطی به حزب وحدت اسلامی داره؟ جناب مامور صاحب، تا جایی که آدم تحقیق میکنه، اما میگه انسان خدا عقل داده، به اساس اما تشخیصی که ما از این ماهیت های استخباراتی داریم، این موضوع را که به گردن حزب وحدت، گویا که حزب وحدت این مسائل را دامن میزند و گسترش میده، حق اند حزب وحدت در رابطه با این مسئله که خودش تحقیق کرده در امو وقت در جنگ افشار، غلطی ها و اشتباهاتی که صورت گرفته از طرف رهبری حزب وحدت، تعدادی از اعضای حزب برجسته حزب وحدت تا اعدام شدند، ترور شدند و تعدادی هم بر اساس امی غلطی و مدیریت نادرست سیاسی که بالاخره منتج به قتل علی مزاری توسط طالبان صورت گرفت، این حزب وحدت درک میکنه. حزب وحدت، اعضای برجسته حزب وحدت که دارای اندیشه و تفکر هستند، مسائل تاریخی را خوبتر میدانند، میفهمند. قطعا حزب وحدت در فکر سپوتاژ کردن، انلاش کردن و چاق کردن همچون یک مسائل پیش پا افتاده نیست. چرا؟ قضیه بدتر از افشار در مزار شریف، در یکاولنگ، در بیسود رخ داده. چون این مسائل ها او تبدیل درست است، نمیشه. او درست است. شما که اشاره کردین در یکاولنگ، در بیسود و در مثلا حجم قتل عام در مزار شریف ده برابر افشار بود، ای بله، جوابش ای است که کسایی که پروژه به نام افشار را انداختن، ای هدف مشخص داره، ای پروژه است. این حال آیا شما فکر نمیکنین که امی پروژه یا امی غایله بخشی از یعنی تلاشای باشه به هدف پیروز کردن طالبان خوب در برابر جناهای دیگه؟ این مسئله یک برنامه مهندس شده بیرونی هست، برازی که یک قوم را، یک مردم را در یک نقطه از در یک مقطع از برهای حساس تاریخی پیدا کردند که از این زاویه میخوان که هم اینها را با آشیه بکشانند، هم اینها را تضعیف بکنند، هم اینها را عامل جنگ و بربادی در داخل افغانستان به معرفی بکنند. چرا؟ انگلیسی ها و آمریکایی ها یک هدف بسیار دوردستی را اینا زیر نظر دارند، که چون برادران اهل تشیع و خصوصا برادران ازاره ما، قوم ازاره ما در داخل افغانستان از استعداد خوبی برخوردار هستند، مردم هستند، مردم شجاعی هستند، و اینا را میخواهند که وابسته به ایران جلوه بتن و در این رابطه نگرانی هایی که دارند، میخواهند که اینمی قوم در داخل افغانستان به عناوین مختلف، اگر شما بیادتون باشه که از روزی که در طی 20 سال اینا را قتل کردند، در دانشگاه سرشان حمله کردند، در کلینیکا سرشان حمله کردند، در تکارا سرشان حمله کردند، در مظاهره سرشان حمله کردن، از هر طرف شما ببینید که حتی نظام وقت که در رأس از او آقای حنیف اطمر بود در ریاست مشاور امنیت، اینا برنامه ریزی کردن تعداد از کادرهای قوم ازاره ما را و مردم اهل تشیع ما را در چارهای دیمزنگ قتل عام کردن. شما دیگه در دانشگاه اینا را قتل عام کردن، اما هیچ وقت هم این چگونه میشود که این گرگ درنده در همچی یک برهای حساس به اصطلاح دایه مهربانتر از مادر شده و برای فاجعه افشار اینا عشق بریزند؟ آیا شما در فکر نمی در که کمال این قضیه رد پای طالبان، رد پای دیپلماسی و استخبارات طالبان در این قضیه مشهود است؟ چیز واضح است جناب مامون صاحب، برای ای که طالبان را بتانند، برای ای که طالبان را بتانند از این فروپاشی که داره در درون خودشان شکل گرفته روان است نجات داده باشند، به عنوان طالب سره و ناسره بکنند،
اینمی نیروی دیگری را در کنار اینمی طالبان برای قائل سازی در داخل افغانستان، برای سد خیزش و قیام مردم افغانستان چه بکنن؟ این موضوع را روز به روز دارن که مهندسی میکنن، برنامه ریزی میکنن و عناصر که هیچ ارتباطی به قوم ازاره به حزب وحدت مادر داخل افغانستان نداره، که از بیرون خصوصا این کسانی هستند که در این کار دست دارن، که فراریان دوران عبدالرحمن خان در کویت هستند. با استفاده از اینها میخواین که مردم هزاره را در داخل افغانستان چه بکنن؟ به اصطلاح سر از اینها را در دم تیغ دو سر بدن. شما نه، دیدید که در عین این بدون رهبری یک شبکه استخباراتی منطقه‌ای نمیشه. فقط چیز واضح اینا است. همین مسئله در سطح ارتباطات مجازی است، یک سمپاشی است. این هدفش کاملا مشخص است: جلوگیری از اتحاد سیاسی احتمالی بین تاجک و هزاره است. چرا؟ به خاطر از اینکه پیش بینی میشه که در نبردهای بعدی، جنگهای جاری، در جنگهای آینده وسط جنگ کلان میشه و هزاره به جنگ علیه طالبان باید نپیوندد. هدفش چی است؟ خب درست میشه که مثلا هر کس حق داره اید نپیونده، و هر ملتی که قادر به حفظ خود از طریق مقاومت و نبرد است، امو کار خود میکنه و خود حفظ میکنه و میره به طرف محور قدرت. در افغانستان جنگ قدرت است. بنان چی مثلا این طرف با جبهه مقاومت باشه چی نباشه، نبرد علیه طالبان ادامه پیدا میکنه، اما هدف استخباراتی است که لاقل امی مردم این طرف بکشانن. و یک نوع شما ببینین مؤسسات و انستیتوت های امریکایی هم پیش از پیش شروع کردن در مثلا بیتبارسازی جبهه مقاومت، جبهه مقاومتی که هنوز کمک لازم از طرف کشورهای منطقه دریافت نکرده. و اینا مثلا یک فاجعه را که نه خودش معلومات داره، نه معلومات کرده میتونه و نه حاضر به مناظره از دبارش. در شبکه اجتماعی به خاطر ایجاد عصبیتی کار میکنن. ایناله او خب پروژه خود کار میکنه، اما اینجا ما تأثیراتش رو میبینیم. ای اثراتش آیا ای به این معنی نیست که جبهه مقاومت و تاجکار موازیش نسبت به طرف مقابل رادیکالتر بکنه و در یک نقطه برسه که دیگه هرگز قابل ترمیم نباشه؟ اصلا خود پروژه استخبارات چیز واضح است که از لحاظ برنامه های درونی که در داخل افغانستان یا سازماندهی میکنن، قومی را به نام هزاره مشخص میکنن، شورایی را برای از اینا در خارج از کشور شکل میتن. برای امی قائل سازی است که در داخل کشور هم آقای مهدوی از ابتدا این برنامه را از طریق برنامه های ISI پاکستان و سلسله ISI پاکستان این موضوع را طراحی کردن در داخل افغانستان. اگر بیادتان باشه که آقای مهدوی اعلان کرد که هیچ هزاره دیگر حاضر نخواهد بود که در کنار جبهه مقاومت قرار بگیره و هزاره دیگر مورد استفاده هیچ قوم دیگر نباید قرار بگیره. این شعارهای میانتهی که آقای مهدوی سر داد، ای اصلا برنامه ریزی و مهندسی شده از استخبارات بیرونی هست که در افغانستان اقوام مظلوم تاریخ در طول تاریخ رنج کشیدن، مظلوم باقی ماندن، اینا رو چه میخوان که حالا میخوان که از هم بپاشونن و یک نوع به اعتباری به اعتمادی رو در بین اقوام به وجود بیارن. چرا؟ نظام استبدادی، نظام جاهلانه که در افغانستان به نام امارت اسلامی اینا شکل دادن، استعمار شکل دادن، میخوان که انمی رو به سرنوشت مردم افغانستان به گونه های مختلف چه بکنن، تا زمانی که به اهداف خود برسن این را استحکام بدن و اقوام مختلف از هم حرف شما درست است. حرف شما درست است، اما اینمی قضیه، امی پروژه صرفا فیسبوکی دیگه کدام ارزشی نداره. چه ربطی به سرنوشت هزارهای داخل افغانستان داره؟ از وقتی که طالب آمده
هزارها بدترین وضعیت ممکنه تجربه میکنن. از خانه میکشیشون، هر چیزی که دستان در ذهن شما میه در مناطق هزاره نشین انجام میتن، تکیه خانهشون بسته کده و دفترهای مذهب و مذهبی این چیزا که داشتن کلش بسته کده و شور خورده هم نمیتونه. و حتی رفتن تمام تندیس های استاد مزاری را از بین بردن و آل چیز سخیر بسته کده، زیارتگاه سخیر بسته کده، گفته که یه کارای میکنن که شرک است. درست؟ ایرم ایرم مانده پروژه های خب اکثر برخی از پروژه ها کسایی است که دو شکل به اصطلاح از هرج و مرج طلب های شکست خورده قبل این حال ای ربطی به های داخل افغانستان چی داره؟ چی ربط داره؟ مامور سفیر هزاره های افغانستان می دانند که بالایشان چی میگذره، از کشتارهای شبانه، از تجاوزها بر حریم خصوصیشان، از بسته کردن تکایا و چیز مجسمه علی مزاری را پس کردن و او را انفجار دادن، شکستاندن و همچنان مثلا زیارتگاهی که اهل تشیع و خصوصا به راهای هزاره ما به اونجا به اساس مو اعتقاد یا باوری که دارن مراجعه میکنن، به هر گونه که هست عرف عنانات در داخل افغانستان، این هزاره ها در مجموع میدونن درک میکنن. اما این پروژه که از طریق فضای فیسبوکی نشده، این پروژه پروژه استخبارات است. این پروژه مربوط به هزاره افغانستان قطعا نیست. هیچ هزاره افغانستان در این رابطه بجز کسانی که وابسته به استخبارات ISI و انتلیجنس سرویس MI6 است، جز اینها دیگه هیچ کسی دیگری در این پروژه برای از هم پاشاندن خود، برای تضعیف خود، برای جدایی خود از اقوام دیگری و برای شکستاندن خود هرگز در این پروژه استخباراتی نه همکاری دارن، نه همراهی دارن، نه این را تایید میکنن. چرا؟ اینا میدونن که در طول تاریخ بالا از اینا چی گذاشته، در یکاولنگ چی گذاشته، در مزار چی گذاشته. شما باید دارین که بازار سوخته دره صوف لکه ننگ است در تاریخ زندگی ازارایی را درک میکنن که این بازار به نام بازار دره صوف ولسوالی دره صوف بالا به نام بازار سوخته یاد میشه. شما دیدید که در بیسود در مکان اصلی و آبادیشان که دارای اسناد مدارک هستند، در اونجا چه جنایتی نیست که مثلا اینا پس بالای هزار با پس چرا به صورت خود جرا بسیار کش میکنن؟ دلیل گف از دایی است. این تنها کسانی هستند، ما تا جایی که به ارتباط دفتر سیاسی مقاومت که کار میکردیم، اکثر شوراها، اکثر اتحادیه و انجمنها برادران ازاره ما با جبهه مقاومت پیوند دارند و پیوند داشتند، آیا در ارتباط با جبهه مقاومت کاملا نزدیک هستند و این مسائل رو که انلاف کردن و تبلیغات میکنن، سپوتاج میکنن، هیچ ارتباطی با حزب وحدت و خصوصا قوم ازاره ما نه در سمنگان دارد، نه در بیسود دارد، نه در بدخشان دارد، نه در جاهوری، در هیچ جایی. تمام برادران هزاره ما به این دک رسیدن که این بار طالبها جنایاتی را که در تاریخ زندگی مردم هزاره مرتکب شدن، در زمان عبدالرحمن خانم چنین چیز روزگاری را اینا ندیده بودند. اما این که استخبارات چی میخواهد که چی اهدافی را دنبال میکند، او چیز واضح است. در مقابل این برنامه های استخباراتی همان طوری که احمد شاه مسعود قهرمان ملی استاد شده بود، مانع اهداف استراتژیک کشورهای حسود حریص در افغانستان شده که پرویز مشرف فریادش بلند شد. همیشه شما شاید در فیسبوک و در یوتیوب ها دیده باشین که پرویز مشرف داد از شکایت از احمد شاه مسعود و مقاومت اول امید داشت که مانع اهداف برنامهش آلر که مقاومتی که مردم افغانستان که استاد شده از مقاومت مربوط به تمام مردم افغانستان است. تحت رهبری احمد مسعود استخبارات داره چی میکنه؟ نشانه گره مقاومت مردم افغانستان میخواه که در بین از اینا چه کار بکنه؟ مقاومت ملی مردم افغانستان محلی جلوه بده. تعداد عناصر فاسده که در استخبارات های منطقه که وظیفه دارن میخواهند که مقاومت غیر ملی، مقاومت محلی، مقاومت تباری جلوه بتن، مثل که در طول جهان توفان سر و هیچ ارزش نداره. توفان سر
طوفان سبی آل هیچ ارزش نداره، کسی بگوید که جبهه مقاومت که به خاطر سرنوشت خود می جنگه این ملی نیست یا این ملی است، این گپ آل هیچ ارزش نداره. هدف اساسی است که چیگونه دوباره خود به قدرت تبدیل کرد. تبلیغات ها هیچ ارزش نداره. امیال هم که ما بحث میکنیم و پروژه آنلاین استخباراتی وقتی که دست ما در برابرش صحبت میکنیم، استدلال میکنیم که در ذهنیت مردم دوباره حقایقی که لاپوشانی میشد دوباره برگرده. وگرنه ما وقت هم در زمین و هم در ذهنیت ها ما میفهمیم که گپ چی است. اینجا ما میخوایم بررسی بکنیم که جبهه مقاومت از چند طرف نشانه گرفتن، به دلیل از اینکه هیچ امکان نداره که تا یک نظام بربری در افغانستان قائم دائم شود. بنان ای اینمی تلاش ها بخشی از به اصطلاح کار، یعنی سفید سازی به اعمال طالبانی است که مورد حمایت غرب هستند. یعنی اونا میخوان که طالبان را به عنوان محور عمده قدرت در افغانستان نگاه بکنن، که امریکایی هم این کار میکنن. این کار از طریق تخریب دیگر را به وسیله جناهای که منزوی شدن و متروکه هستن میکنن. اینجا یک جنگ ذهنیتی روان است. اینالی ما میخوایم تکلیف جبهه مقاومت روشن بکنیم که آیا این مسئله، آیا فاجعه افشار به این شکل که وقتی که اینا تشنج دوام میدن، ما فکر میکنیم فاجعه افشار نه یک واقع اولی بود نه آخریش است، میتونه در تعاملات بعدی، در تنشای بعدی باز هم تکرار شود. شما باز هم تکرار فاجعه افشار در گوشه گوشه افغانستان شما منتفی میدانید؟ چرا؟ به خاطر از اینکه جنگ قدرت هنوز به نتیجه نرسیده. جناب مامون صاحب، از قضایا قسمی معلوم میشه که همون گپ پیشتر شما که نه ای اول است و نه آخر، در تعاملات بعدی این مسائل به احتمال قوی بار دیگه هم تکرار شود. چرا؟ خلل سیاسی حکم میکنه به این وضعیتی که در داخل افغانستان روان است. تعداد کتله های دست آموز استخبارات برای اهداف استخباراتی در داخل منطقه شدن، این مسائل داره که روز به روز دامن میزنن و این هیچ شک نکنین در این که این وضعیتی که فعلا ادامه داره، طالبان ایره در افغانستان روز به روز به این وحشت خود ادامه میدن، این فاجعه بار دیگری هم از دروازه های دیگری بالای مردم هزاره این صورت بگیره. نه تنها که بالای مردم هزاره، یادتان باشه که بالای مردم ازبک، بالای مردم تاجیک، مصری، عمل روان است در پنشیرها، در اندرابها و یک وقت دشمنی که از لحاظ مذهبی، از لحاظ نژادی، از لحاظ منافع استراتژیک، از لحاظ مسائل سیاسی قوم هزاره را با خود بیگانه میدانند و قوم هزاره وابسته به یک جریانات با کشورهای دیگری میدانند، چیز واضح است که میخواهند که اینمی قوم به اشکال مختلف در یک غایله بسیار زیاد، در یک مقطع بسیار اساس این قرارشان بتن نشانیشان کنن و خود از اینا هم اشتباهات بزرگ کلانای برادرای ازدهای مادمی است که شوراهایی را به نام هزاره مشخص میکنند، دیگه از دیگه اقوام خود جدا میکنند، شعارای جدا از دیگه اقوام میتن. اگر برشان گفته شده که برادر امو جغرافیایی که تو زندگی میکنی تو را تاییدت میکنن، مذهب تو را تایید میکنن، نژاد تو را تایید میکنن، تبار تو را تایید میکنن، در طول تاریخ برای تو ارزش قائل بودن، امیر اگر یک نمونه ای را در تاریخ در همچی یک برهه اگر شما به خاطرتان برای مردم افغانستان به خاطر روشنی اگر چیز بکنه واگذار بکنه، در خواهی یافت که اینها خودشان گاهی وقت هم ناآگاهانه در دام استخبارات میفتن، مثل ایجاد شورای هزاره برای هزارستان. این کارها کارهای استخبارات است، ایجاد غایله که مثل که در افغانستان به نام لرابر ایجاد کردن، افغانستان در یک برهه بسیار حساس واره ایتر یک
روزگار ساختن. امروز دیگه موضع لره بر پیش دنیای استخباراتی خصوصا کشورهای حریص دیگر کدام ارزش نداره، دیگر مطرح هم دیگر نیست. سر از دیگر نمیخواین که وقت خود ضایع بکنن، دارن که آن مقاومت نشانه بگیرن. اقوامی که به اصطلاح ریشه در تاریخ دارن، اقوامی که ریشه در استبداد تاریخی دارن که در طول تاریخ بالا از یا ظلم شده، ستم شده، جفا شده، اینا را میخواد که جدا بسازن و شاید هم جدا قصابیشان بکنن. اما که به اصطلاح قصه همو گرگ است، قصه همو گرگ است. اما باید این ما پرسان بکنیم از برادران هزاره ما، سکوت شما در برابر همچه تبلیغات در برابر اقوام دیگری با غایله افشار، آیا کتمان کردن جنایاتی که در مزار صورت گرفته، در یکاولنگ صورت گرفته، در بامیان، در بیسو، در دره سو صورت گرفته، کتمان این حقایق نیست؟ آیا شما را به ذلت کشاندن نیست؟ آیا شما را وسیله و ابزار در برابر اقوام دیگر قرارتان نداده؟ یک چیز نمیخواید که بدن؟ یعنی جوابش در صحبت های ما شما هستی، اونا کسایی که به این پروژه را کار میکنن حال تازه گرفتن، اونا شاید خوش هستن یا نمیدونن که بدام افتادن و شاید نمیدونن که حاصل کارشان اینه هیچ در هیچ است. در واقعیت زمین، در میدان جنگ و در تقابل، در مبارزه چیزی رو تغییر نمیده. ایره بفهمن یا نفهمن هیچ ربطی نداره. یک ایده هر قدر باشن، گپیست که آیا اینا برای با ای راه انداختن این رقم کارزارا واقعا میخوان که هزاره ها را به عنوان یک به اصطلاح جماعت آسیب پذیر از زیر تیغ بیرون بکنن؟ یعنی این رای چاره شمی است؟ ابدا. اصلا امی قایله رو که ایجاد کردن چون قایله استخباراتی است، این هزاره ها خودشان میفهمند، دق میکنند با این وضعیتی که طالبان با هزاره پیش گرفتن به عنوان از اینکه بیاین با ما یک جای شاین متحد شویم. اما شعر بیدل است میگه که تواضع های دشمن مکر صیادی بود بیدل، که خم خم رفتن صیاد بر قتل مرغان است. اونا میدانند که در طول تاریخ طالبان در اول چی کردند که در آله بکنند. این طالب گرگ دیروز امروز چیگونه دایه مهربانتر از مادر شده میتونه؟ در این هیچ شک نیست که اصل هدف ایجاد این غایله تصور میکنه استخبارات که هزاره را میتونه که استفاده بکنه. مگر گاهی میشه این اشتباه را بعضی برادرای هزاره ما از پیشان سر میزنه. در بعضی چیزهای مجازی ما میبینیم که یکان چه چیزهایی که اصلا نباید یادآوری بکنن، دنبال منافع استراتژیک خود باید باشن، دنبال حیات سیاسی خود باید باشن، اینا اما به حساب خود میخواین که گوسفندای در دام قصاب در مسلک قصابا قرار بدن. اما گفت ای است که چرا دشمنی کار از اینجا آغاز کرده؟ این معلوم است که این مردم آسیب پذیرترین مردم هم در دام داعش انداختشانه، با نام داعش هم در دام طالب انداختشانه، هم اینا از دیگر اقوام کاملا مشخصشان ساخت، جدایشان ساخته به نام شورای هزاره و به اصطلاح هواخواهای هزارستان. این نکته را نشانی ماندن برای ازی که روز شما بیانتان خواهد بود که اینا در ارتباط با مسائل ادعای هزارستان بودن به عنوان خائنین کسی که میخواین که شیرازی وحدت مردم افغانستان از هم بپاشن محکمه خواهد کردن. ولی امروز میخواین که جلوگیری بکنن از نزدیک شدن از اینا با جبهه مقاومت، با مقاومت ملی مردم افغانستان. یکی از اهدافشان امی است. خب حالا وقتی که اونا را در جبهه مقاومت، در جبهه فعلا مقاومت ملی تنهاست و کدام قابلیت جبهه‌ای هم از طرف از اینا دیده نشده، اما بیاییم ببینیم که آیا در تحولات بعدی وقتی که جبهه کلان میشه، موضعی از اینا این پروژه موضعش چه رقم تحول میکنه؟ آیا شکل عوض میکنه یا دوباره استاد میشه در برابر مقاومت؟ اینجا گپ است. آیا اینا مثل گذشته با طالبان یک جای میشن؟
این اشتباه تاریخی رو که در مرحله اول دولت اسلامی صورت گرفت که آقای مزاری اشتباه را مرتکب شد که تمام اعضای حزب وحدت به این اشتباه آقای علی مزاری اعتراف میکنند و اونا خودشون میگن که یک اشتباه بزرگ بود. من شخصا خودم با آقای عزیز رویش نشست کردم در یک جلسه با فرزند آقای تقدسی نشست کردم، با خانواده آیت الله فاضل نشستی داشتیم. این اشتباه بزرگ تاریخی را که علی مزاری مرتکب شد که منتج به قتل 13 تن از فرزندان اهل ازاره قوم ازاره ما و قتل خودش صورت گرفت که گرگ به یا امام ترحمی نکرد، این اشتباه را میدانند و اینا درک کردن که بار دیگر این اشتباه را مرتکب نمیشن. یادتون باشه که مردم ازاره در این دام نمیخوایم که قرار بگیرن، نمیخوان که با جبهه مقاومتم رویارویی شوند و اشتباه تاریخی را هرگز تکرار نخواهد کردن و این یک غایله استخباراتی است، میخواهد که در اذهان مردم عادی و عوام افغانستان این غایله را ایجاد بکنه. فکر میکنن که میتونه که از نزدیک شدن قوم ازاره و جلا ساختن از اینا از جبهه مقاومت اینا جلوگیری میکنن، در صورتی که امروز من خدمت شما عرض میکنم که در مجموع برادرای هزاره ما خود در کنار جبهه مقاومت میبینند و امید هم با مقاومت ملی مردم افغانستان دارند. جزی از مقاومت ملی مردم افغانستان قوم ازاره ماست. تعداد عناصر وابسته به استخبارات که یا میخواین که در به نام ازاره بچرن، اینا را ازاره تشخیص کردن، اینا را درک کردن. تعداد را که ما با اوی آشنایی داریم که چون صحبتهایی کردیم قطعا اینا را تایید نمی کنن و اینا را هیچ وقت هم تحویل هم نمی گیرن. شما می بینید که این طیف مردمی که از ابتدا خواستن که وحدت مردم هزاره ما را از هم بپاشانن، به عنوان حزب وحدت شکل دادن، وقتی که در شکل گرفتن به نام سادات، به نام سید، به نام شورای اتفاق، به نام نصر، به نام چیشی از هم پاشاندن. حرکت انقلاب، حرکت اسلامی، شما ببینین آقای انوری، آقای موسینی، آقای خود اکبری را، اینا را ازارا این اجتماع را کی تکرار میکنن که دیگر در رأسشان شخصیت های بزرگ وجود دارن که نمیخواین که در این غایله ننگین بار دیگر قربانی اهداف شوم استخبارات شد. این غایله غایله استخباراتی شده دک میکنن. حال خود درباره امی جنبی استخباراتی بودن امی یک اقلیت آنلاین صحبت کردیم. جنبی استخباراتیش خب به سلام و ملحوظات سیاسی است که کسایی که در پشت این صحنه است بخواد این رب میگیره به جنگ های آینده تا که از متحد شدن اقوام جلوگیری شود. اما یک چیزی که شخصی دیگه هم است که آیا فکر نمیکنید که اکثریت مردم ها بیشتر یک پرونده سازی میکنن تا اقارب خود و کسای بستگان خود و کسایی که متعلقین شان در افغانستان به این وسیله بر از اونا پرونده جور بکنن، ویزا بگیرن و غرب. اینی گپ هم هست؟ خب اعتراض که این 100% است و خاطر این که در این مسائل عالی بازار به اصطلاح که سازی، بازار به اصطلاح استفاده جویی، به اصطلاح همی مویی گرفتن از آب گلالود، این 100% است. یعنی بیان وقتی که ما در احوال کل از اونا ما تحقیقات بکنیم اینی میگه روشن میشه. این جنبه شخصیش است، او جنبه اطلاعاتیش است، اما میمانه سرنوشت هزارهای داخل افغانستان که زیر ضربه طالب است. اون بلای از اونا، اونا را خدا چیز بر از اونا ارزش نداره. جناب مامون صاحب، اگر ما ریشه سیاسی از این اگر دنبال بکنیم برمیگردن و بسیار تاریخ طولانیه که اینا به گونه وارد تعدادی از گروه های که هیچ باوری برای افکار و اندیشه و عقاید خود ازاره ها به عنوان مذهب شیعه ندارن، در درون شیعه، در درون ازاره، به عنوان قوم ازاره این سوی استفاده را کردند و میکنن برای پرانسایی خود. استاد مزاری نخو اینیمی ها تباه کردند گیر طالب دادن. بله استاد مزاری، من شاهد هستم، من شاهد از این صحنه هستم که وقتی که آقای مزاری، من میخوام که یک قصه بسیار تاریخی خدمت شما بکنم، من شاهد این وضعیت بودم که آقای آیت الله فاضل پیش احمد شاه مسعود در وزیر اکبر، خب من ششته بودم در مهمانخانه، یک جای بودم با
احمد شاه مسعود که آیت الله فاضل آمد، نسبت به آیت الله، نسبت به علی مزاری وضعیت سیاسی و وضعیت نظامی را توضیح دادند. او برای آقای احمد شاه مسعود فرمود که علی مزاری در این روزها داره که قلدری میکنه، باید انگیزه و علت و چیز از این باید معلوم شود. وقتی که احمد شاه مسعود این موضوع را دنبال کرد، دیدن که یک پروسی بسیار خطرناک سیاسی مهندسی شده استخبارات آیسای پاکستان از دروازه انجینر گلبدین حکمتیار وارد یک فاز جدید برای تضعیف ساختن و قاعده سازی جلوگیری از استحکام حکومت یا دولت اسلامی در افغانستان ای میخوان که بهره برداری بکنن، که اما بود که طرح کودتای را اینا ریختن، در اون طرح کودتایشان ناکام ماندن. علت اصلی ناکامیشان هم امی بود که قماندان ملا عزت موضوع را افشا کرد، احمد شاه مسعود به سرعت وارد این قضیه قبل از اینکه وارد این کارزار سیاسی شود نظامی شود، میر هاشم هاشمی را به بله. شکل از اشکال او را روان کرد و علی مزاری. بعضی چیزهایی است که ما لازم نمیدونیم که گفته شد، برش گفته شد که آقای علی مزاری چیت نا تقسیم مونده که تو میخوایی که در یک غایله که هیچ مفادی برای تو ندارد، یک مفاد سودی برای تو ندارد، تو وارد یک فاز استخباراتی میشی. برش فاماندن آقای میراشم، برای از فاماند که آقای علی مزاری این وضعیت که تو پیش روی گرفتی وارد یک جنگ میشی، تو را کسانی که در این رابطه تو را تنبیلت کردن، برای تو یک مقدار پول دادن، تو را تحریک میکنن، میخواد که محور این جنگ قرار بگیری، امرایت امرایی نمیکنن. حتی در درون حزب وحدت شخصیت هایی هستن که کتید امرایی نمیکنن. برش فهمانی موضوع را. اما علی مزاری چون پول امکاناتی که برش داده شده بود و طرحهایی که برش داده شده بود، در این خود ایک شک نیست که کشورهای دیگری هم نسبت به مسائل دولت اسلامی افغانستان کارزارهای سیاسی خود کردند، که آیت الله بروجردی بود و آقای حدادی بود و یکا رفت آمدهای داشتن. آقای علی مزاری را در یک وضعیت قرار دادن که او به حقایقی که آقای میرهاشم هاشمی برش گفت او اعتنایی به او نکرد، وارد یک فاز شد که از توانش هم بالا بود و دیدم که کسان دیگری هم کتیش همراهی نکردن، برعکس دیگر ها خواستن که عقده تاریخی خوده، عقده سیاسی خوده، عقده شخصی خوده با این نوع غایل سازی و قربانی برادران ازاره و خود از دروازه آقای علی مزاری ارضا بکنن، این کار را کردن. اما بالاخره آقای علی مزاری در دام همچو یک توتیه افتید. توفان سبی طور وضعیت معلوم میشه که برای منزوی کردن آقای خلیلی و محقق که میدانم باختن، این پروژه ایجاد شده که جای زیر یک پروژه امیتر خیالی بگیره و سرنوشت از آراها را بسپاره به طالبان. یعنی این آغاز یک جرامت و ائتلاف با طالبان است. یعنی امو تاریخی که قبلا شده بود نتیجهش بسیار خونبار بود، اونمو تاریخ دوباره میخوان تکرار بکنند. چرا؟ هیچ دلیلی، هیچ اسنادی، هیچ مدارکی جناب مامون صاحب، هیچ منطقی قناعت هزاره ها را فراهم ساختن نمیتونن که به یک دلیل خود در کنار طالبا به عنوان موجود احساس آرامش بکنن یا منافعشان در اونجا باشه. این را درک میکنن، اما گفتم که عناصر مزدور وابسته به استخبارات این مسائل و این قائل را می راه انداختیان و راه اندازی میکنن، مگر هزاره ها به هیچ وجه این توطئه را درک کردین، این توطئه را بدانن که به عنوان حق خواستن از این حاکمیت جل اینا بر خودشان ترحم ندارن، چه خواستایی که به برادران هزاره ترحم بکنن. شما وقتی که میبینید در عاشورا را چگونه توهین کردن، شما دیدید که مجلس عاشورا را چگونه تحقیر کردند، شما میبینید که مناسک مذهبی از اینا را چگونه تحریم کردند، شما میبینید که تمام اما ارزش هایی که برادران ازاره ما با باور تاریخی که دارند به او احترام قائل، چگونه این را به استهزاء گرفتند. این اهل از ازاره از استعداد خوب سیاسی، از استعداد خوب فرهنگی و تاریخی برخوردار است، اما نباید کسان دیگری شکار این توطئه شود که علیه برادران ازاره ما اینا بخواهن که توطئه بکنن، تبلیغ بکنن، توهین بکنن، تحقیر بکنن. تبلیغات در برابر این پروژه چند نفری نباید شود؟
اما یک چیز است که جامعه بسیار یک حالت التهابی داره، کلگی همه چیز خود از دست داده و نظم و تمام دستاوردها از بین رفته. این خطر رادیکالیزه شدن تاجکا را به همراه داره. شخصا من تو فکر میکنم که هرگاه نسل جنگی تاجک که حال استاد است در جنگ، اگر اینا از نظر روانی با این به اصطلاح یا به دام امی فیلی بیفتن، خطر رادیکالیزه شدن از اینا در برابر هزارها وجود داره. و در او صورت در آینده ما میتونیم بگوییم که پروژه به اصطلاح امی فاجعه افشار در چندین محور بازم به وسیله امی استخبارات دوباره تکرار خواهد شد. من میخواستم که اینی را یک نشاندهی بکنیم که چنین خطر وجود داره. خب حالا که به خو هیچ شک نیست، به خو هیچ شک نیست، مگر چیز دیگری هم اینا نشانی گرفتیان که در پنشیر و در اندراب ها و در بدخشان و بغلان و سمنگان و بیسود و بامیان در بسا مناطق افغانستان که دار مقاومت در حال قوت گرفتن است، میخواین که به اون ازارها تفهیم بکنن. گویا اینی حکومت جهل و استبداد متحجرانه ای که عامل به سرنوشت مردم به زور تفنگ و حیله های استخباراتی لنگر انداخته، میخواین که در بین از اونها یک نوع تنش ها، یک نوع غایله های را ایجاد بکنن که ما یقینتان کامل باشه که تمام هزاره هایی که در سراسر که مناطق که من خدمت شما بیشتر یادآور شدم در کنار مقاومت استاد هستند، مقاومت مردم افغانستان و ملی مردم افغانستان ترک نمی کنند، مقاومت عزتشان است، مقاومت تاریخشان است، مقاومت حقشان است، مقاومت آبرویشان است، به هیچ قیمت این خیانت ملی را در برابر این نوع تحجرگرایی مرتکب نمیشن. خواهی پروژه چند نفری است که اما این پروژه چند نفری، این پروژه چند نفری چند کارهای چند اهدافی رو دنبال میکنه. یکی بدنام سازی است، یکی این قوام میخواین که هم بدنام بکنن، هم با آشیه بکشنن، هم این مورد استفاده برای دائم قرار بدن. این کارشان است. این تقریبا در حدود ما برتون بگم که 35 سال پیش، 35 سال پیش گروهکایی را در درونش از اینا استخبارات در کویت سازماندهی کرده بود که در امو وقت اینا غایله را ایجاد میکردند که ما دیدیم که در داخل افغانستان هم بعضی اوقات اینا سر بلند میکردند، این مسائل را دنبال میکردند. آن امو گروه ها به گونه سیستماتیک تر خواه خوب تر مدیریت میشه و در همچه یک برای اساسی که مقاومت داره روز به روز قوت گرفته میره، این غایله را برای ازی ایجاد کردن. اما این برادرای هزاره ما باید بفهمند که در به استمرار این گپ اگر جلوش خودشان نگیرند، این عناصر فاسده که در درونشان از اینها میخواین که سوی استفاده بکنن، اگر جلو از این نگیرند، یادتان باشه که غایله بدتر از افشار در حال به وقوع پیوستن خواهد بود و اون وقت تنها خواهد ماندن، در برای تمام اقوام هم سرخم خواهد بودن و در برابر تاریخ هم سر بلند نخواهد داشتن و تمام ارزش های تاریخی که اینا در طول امقدر وقت داشتن علمی را قربانی اهداف استراتژیک استخبارات می سازن. با تشکر از شما جناب طوفان صاحب از توضیحات و نشاندهی ها و نشانگری هایی که در بحث پروژه به نام افشار کردین که در آنلاین از طرف استخبارات مطرح است. و بازم ما در پایان برنامه نگرانی خود از اتحاد رادیکالیزم بین تاجک و پشتون ابراز میکنم و امیدوار هستم که یک نکته در این معنی گفتیم و همین باشد. تا برنامه بعد. در دوام این گپ شما هست و برادرای هزاره ما اگر هوشیاری نکنند، این موضوع رادیکال حتمی هست و این قربانی بزرگی در قبال خود خواهد داشت. من یک پیشنهاد به تمام برادران هزاره ما و برادران غیر ازاری ما امیر دارم که این مسئله استخبارات چاق نکنند، چرا برنامه استخبارات است، هم برادران هزاره ما هم برادران تاجک و
برادران ازبک و بقیه برادران دیگه که برای وحدت مردم افغانستان فکر میکنند، برای اقتدار ملی مردم افغانستان فکر میکنند، به هیچ وجه تن به این قائله نتن، این قائله را من حیث یک قائله استخباراتی بیرونی سرکوب بکنند، یک ازاره به ازاره خود اجازه نتن که اونا دهن کش کنند و به اقوام دیگری توهین کنند و تحقیر بکنند و برادران دیگری هم به برادران ازاره ما، به احزاب جهادی ازاره ما، به احزاب آزادی خواه مردم ازاره ما به هیچ وجه توهین و تحقیر نکنند که اینا در این قائله نه شریک هستند، نه خود شریک میدانند، نه خود در این میخواهند که دخیل شوند. به این خاطر تشکر از شما. این قائله استخبارات است، این را میخواهند که چاق بکنند. بسیار خوب، تشکر.